فارغ از هر نتیجه، برای برادر مهران و آن شب سنگی. ماشین نورش تاریکی رو میشکافت و سیاهی از برابر خشم نور ماشین فرار میکرد. صدای گاز ماشین میغرید و مینالید و همه اون فریادی که تو دل برادر بود رو هوار میکرد. بارها و بارها این جاده رو طی کرده بود، اما هیچ شبی چنین مسیری رو با این همه بغض منفجر شده در گلو عبور نکرده بود. با ضربان قلبی که خیال آروم گرفتن نداشت عبور نکرده بود. با فریادی که پیش از خارج شدن از پنجره ترکیده بود عبور نکرده بود. خیابون همون خیابون بود، اما برادر دیگه همون برادر نبود. ماشینم حتی دیگه همون ماشین همیشگی نبود. امشب ماشین تنها یار و غمخوار برادر بود که با اون میگریست، فریاد میزد، لعنت میفرستاد و بی‌مقصد به جلو میرفت. بارها و بارها با مهران دوتایی این مسیرها رو گشته بودن. امشب هم با هم بودن، اما یکیشون تنها بود و دیگری راسته اون کجا بود؟ قبل از اینکه مهران از خونه خارج بشه سرش تو گوشی بود و چیزی رو تون تون می نوشت. ازش پرسیده بود داداش چی با این عجله تون تون می نویسی؟ جوابش یه لبخند بود و برق نگاه. راستش اصلا از اول شب عجیبی بود. میگن در تاریخ اولین بار بود تیم ملی کشوری باخته، اما مردم اون کشور برای خوشحالی به خیابون میرن. البته این جمله در مورد ایران صدق نمی کرد، چون تیمی که باخت هیچ ربطی به ایران نداشت و نه اصلا با کلمه ملی میونه ای داشت. به قول بچه ها تیم ملا بود. اما در سرزمینی که برای حاکمانش انسان بودن جرم است، خوشحالی و خندیدن و بوق زدن با ماشین هم جرم است و احکام سنگین دارد. در این سرزمین که حاکم خودش قاضی است، به مرگ فقط راضی می‌گردد. در این سرزمین دادگاه نیاز نیست. کافی است انسان باشی و پرچمی از جنس زندگی و انسانیت را بلند کنی. پیشاپیش حکمت در برگه‌هایی که زحمت نوشتن را به خودشان نمی‌دهند و نامرئی هستند نوشته شده و دشخیم هار ول شده در خیابان‌ها دهانت را می بوید مبادا گفته باشی آزادی. اما داداش مهران گفت. داداش مهران برای آزادی بوق زد و خندید. شاید هم چند بار پیش از آن دستش را به علامت پیروزی از پنجره ماشین بیرون آورده بود. از آن قهقه‌های خنده بلندی که تن پوسیده و لرزان حاکم را می ترساند. همان لحظه و درست همان لحظه هنوز دستش را از بوق ماشین بر نگرفته بود که صدای بوق را با تیر یکی کرد. سرش افتاد، اما چشمش هنوز برق می‌زد. همه دشقیمان وقتی که کشتند کار را تمام شده می‌دانند، اما در سرزمین من ایران با کشته‌ها هم کار دارند. می دزدند، دروغ می گویند، پیکر پرکشیده را وسیله اخاذی می کنند تا با آن روح و روان خانواده ها را لگد کوب کنند. اما داداش نگذاشت که پیکر مهران را از او برباید. مگر کسی می تواند آنها را از هم جدا کند؟ با قلبی که صدای تکه تکه شدن آن را همه می شنیدند، شیشه های بیمارستان را شکست و مهران را دوباره مثل همان روزها که با هم سوار ماشین می شدند، سوار ماشین کرد و به جاده زد. باز عقاب تیزبین حواسش پیش آن نوشتن تند تند مهران پرکشید. گوشش را برداشت. مهران در استوریش نوشته بود امشب فوتباله، بعدش سرود خون نخوند، گل زد، خوشحالی کرد یا نکرد، لهجه انگلیسی اون زن خوب بود یا نبود، اون کچله بی‌ناموس گریه کرد یا نکرد، فلانی اینو گفت یا نگفت،
همه اینا رو ببینید، ولی لطفاً 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 شی نکنید، بهش فکر نکنید، فقط مطلب مربوط به اعتصاب و کف خیابون، همین لطفاً. امشب فارغ از هر اتفاق و نتیجه فقط باشین کنار هم. و مهران، فارغ از هر اتفاق و نتیجه، کف خیابان کنار مردم بود. وطن می پیره، وطن می مار، وطن می جانه دیده براد، مره مره می تو پنگ بابا، تو می سوره ساده جنگ بابا، مره مره می تو پنگ بابا، تو می سوره ساده جنگ بابا، و جنگ دشمن چون درم من گوشد تیزا که من اجنبی دست بند مرگت ای مشت می خواه وطن وطن وطن